سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 31 ماه اسد سال 1393 هجری خورشیدی و 22 ماه آگست سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. توافق میان دو نامزد درباره برخی از اختلاف نظرهای اعضای کمیته وحدت ملی. ما به توافق رسیدیم و رئیس اجراییه را در حقیقت همون صدر اعظم اجرایی تعریف کردیم. افزایش حمله های طالبان در شمال کشور در 3 ماه اخیر. پیمان امنیتی متاسفانه امضا نشد و خروج ناتو نزدیک شده و این اوضاع سیاسی و انتخاباتی ما متاسفانه روشن نیست. رئیس پاکستان تصور کرد که این اوضاع شرایط باید استفاده بکنه. مسموم شدن 85 زندانی در زندان ولایت کندهار. با انتقاد رئیس تحریک انصاف از واشنگتن. مشروع خبرها. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله درباره برخی از اختلاف نظرها میان اعضای کمیته وحدت ملی به توافق رسیدند. اعضای این کمیته در برخی موارد به توافق نرسیدند و اکنون رهبران دو دسته انتخاباتی درباره این موارد به توافقهای نسبی دست یافتند. این دو نامزد روز چهارشنبه دیدار کردند. چگونگی ساختار حکومت و به ویژه چگونگی ریاست اجرایی و گماشتن رئیس اجرایی و رهبر اپوزیسیون از سوی نامزد دوم از توافقهای مهم میان دو نامزد در این دیدار گفته شدند. اما درباره صلاحیت‌های رئیس اجرایی هنوز هم گفتگوها میان هر دو نامزد ادامه دارند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. یک گام دیگر جلو برای ایجاد حکومت وحدت ملی. گفتگوها میان هر دو نامزد روی چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی پس از نشست کمیته مشترک آغاز شدند. هر دو نامزد روی برخی از موارد اختلافی کمیته مشترک وحدت ملی درباره چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی به توافقهای نیز دست یافتند. همون تفاوت دیدگاهایی که وجود دارد در مورد تعریف رئیس اجراییه که شما میبینید در توافقنامه مثلا آمدن که خوشبختانه در این رابطه هم ما به توافق رسیدیم و رئیس اجراییه را در حقیقت همون صدر اعظم اجرایی تعریف کردیم و این یکی از پیشرفت های ما هستن و این که تیم دوم میتونه هم بر اساس فرمان رئیس جمهور مقام اپوزیسیون باشه و هم تیم دوم میتونه رئیس اجرایی را معرفی بکنه، این هم یکی از مسائلی هستن که جدیدن ما روش به توافق رسیدیم. دست انتخاباتی اشرف غنی احمدزی درباره نتیجه گفتگوهای هر دو نامزد جزئیات نمیدهد، اما به گفتگوها میان دو نامزد خوشبین است. به شکل مقدماتی راجع به او مسائل اختلافی که کمیته سوم راجع کرده بود هم صحبت شده و قرار گذاشتند که این صحبت ها دوام بکنند. ما امیدوار هستیم که فردا و پس فردا هر دو کاندید محترم ریاست جمهوری باز با هم ببینند و ما تردید نداریم که با اراده مستحکمی که در هر دو طرف هست و همین سوالات مطروحه پاسخهای مطلوب پیدا خواهد شد. اما گفتگوها میان هر دو دست انتخاباتی هنوز هم روی کدام موارد اختلافی کمیته مشترک وحدت ملی ادامه دارند. وظایف و صلاحیت های رئیس اجرایی که با وظایف صدر اعظم اجرایی کار میکنه، این وظایف و صلاحیت هاش چی باید باشد؟ در همین رابطه در همین جا ما با همدیگر گفتگو داریم، یعنی هم تیم های همدیگر گروه تماس با همدیگر در این رابطه صحبت داره و هم از رهبران هر دو تیم خواسته شده که در مورد وظایف و صلاحیت های رئیس اجرایی که قبول کردیم که با وظایف صدر اعظم اجرایی کار میکنه، در مورد وظایف و صلاحیت های از اینها باید اینها تفاهم بکنه. هر دو نامزد روی ایجاد حکومت وحدت ملی با هم اعلامیه ای را امضا کردند و برای چگونگی ساختار و چارچوب این حکومت کمیته مشترکی با حضور 40 چهره از هر دو دست انتخاباتی ایجاد شد.
این کمیته در 3 کمیته کاری روی تعریف حکومت وحدت ملی، ساخت برنامه واحد ملی از برنامه‌های هر دو نامزد به توافق رسیدند، اما روی صلاحیت‌ها و جایگاه رئیس اجرایی و اینکه رهبر اپوزیسیون و رئیس اجرایی باید از سوی نامزد دوم گماشته شود اختلاف داشتند و این موضوعات را به هر دو نامزد واگذار کردند و انتظار توافق هر دو نامزد را در این باره می‌کشند. از 3 ماه بدین سو طالبان خونین ترین حمله ها را در ولایت های کشور انجام دادند. وزیر دفاع ملی با بیان این مطلب بعد در ازا کشانیده شدن روند انتخابات و آشفته شدن اوضاع سیاسی را از انگیزه های بنیادین فراهم شدن زمینه برای پیشتر شدن حمله های جنگجویان طالب می داند. عاصم آرش در سفر به کندز اوضاع بخش از این ولایت را در این گزارش جا داده. زیبایی های طبیعت در چاردره اکنون به غبار و دود جنگ افزارها مبدل شده است. کندوزیان از چند روز بدین سو شبانه روز تک تک شلیکین جنگ افزارهای سنگین را حساب می کنند. طولانی شدن این نبرد و نزدیک شدن طالبان در 7 کیلومتری شهر کندوز پای مقام های امنیتی را نیز به اینجا کشاند. اکنون وزیر دفاع ملی در خط مقدم نبرد آمده است و نبرد را رهبری می کند. تیم دو یک سجانی میرین پایین. اینی دریا سینی پیشوریتون بده. گفته می شود که جنگجویان طالب در خانه های غیر نظامیان پناه بردند و بر نیروهای امنیتی گلوله باری می کنند. جنگجویان طالب از آن سوی این دریا شلیک می کنند. مرز میان نظامیان افغان و طالبان فقط امین دریاست. همین اکنون درگیر میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در چهاردره کندوز به شدت ادامه داره و دیده میشه که مخالفان مسلح دولت شکست خوردن و نیروهای امنیتی هم میکوشن تا پیشروی بکنن و بخشایی که ناهمن گفته شده او را به دست بیارن. طولانی شدن روند انتخابات، نبود پشتیبانی هوایی و کمبود نیروهای امنیتی در کندوز از علتهای بنیادی طولانی شدن این نبرد گفته می شود. در قطعات احساس می شود حمایه اوایست از نیروهای امنیتی. بعضی مشکلات های دیگه هم در منطقه دیده می شن که یا از او استفاده می کنند. از یک ماه بدین سو کندوزیان روزهای بعد را تحمل می کنند. تصور دشمن دامین بود در ایالتی که هنوز انتخابات نتیجه نداده متاسفانه، اوضاع بسیار روشن نیست، اوضاع آشفته سیاسی، اقتصادی و پیمان امنیتی متاسفانه امضا نشد و خروج ناتو نزدیک شده و اینی اوضاع سیاسی و انتخاباتی ما متاسفانه روشن نیست. آیسای پاکستان تصور کرد که اینی اوضاع و شرایط باید استفاده بکنه. در نتیجه این عملیات بیش از 100 جنگجوی طالب کشته شدند و شمارشان هم از محل فرار کردند. اما گفته می شود این عملیات برای پاکسازی طالبان از بخش های چهاردره ادامه دارد. اکنون دیده شود که این عملیات چند روز دیگر ادامه خواهد یافت و زندگی مردم این محل چی زمانی دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. 5 پلیس در ولایت هلمند از سوی طالبان کشته شدند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که این رویداد دیشب در منطقه نهر سراج ولسوالی گرشک هنگام رخ داد که طالبان بر یک پاسگاه پلیس که مسئولیت تامین امنیت ساختمان دانشگاه را داشت حمله کردند و 5 پلیس را با گلوله کشتند. پلیس هلمند میگوید که این کار در همکاری با یکی از سربازان این پاسگاه انجام شده است و این سرباز با چندین جنگ‌افزار با طالبان رفته است. 85 زندانی در زندان ولایت کندهار مسموم شدند. سخنگوی والی کندهار میگوید که این زندانیان چاشت دیروز پس از خوردن غذا مسموم شدند. او بیفزاید گزارش های وجود دارند که غذای چاشت این زندانیان با مواد مسموم کننده آلوده شده بود. به گفته سخنگوی والی کندهار وضعیت چند تن از این زندانیان وخیم است. از آغاز روند بازرسی آرا تا کنون 63% آرا بازرسی شدند و در حدود 5000 فهرست معیارها ثبت ذخیره‌گاه اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا روز دوشنبه روند باطل سازی آرا نیز آغاز خواهد شد. تا کنون بیشتر از 14500 صندوق بازرسی شدند و از میان 6000 صندوقی که به بازشماری فرستاده شدند 500 صندوق بازشماری و بازرسی ویژه شدند. طارق مجیدی گزارش میدهد. اکنون گروه های ناظر انتخابات به 280 گروه در دو وقت کاری رسیده است. ناظرانی که شمارشان به بیشتر از 1300 تن رسیدند.
و توانستند تا کنون با وجود تمامی چالش ها 63% آرا را بازرسی کنند و راه را برای باطلسازی آرای دروغین بازسازند. بالاخره تصمیم به این شد که احتمالاً سر از دوشنبه آینده در رابطه با این چکلست ها و جدول های نتایج با شکل علنی در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، مطبوعات تصمیم گرفته شد. روند بازرسی آرا به روز جمعه با بیشتر از یک ساعت تأخیر آغاز شد. در جریان این روند ناظران باز هم با صندوق های برخوردند که برگه های نتایجشان با شمار آرای داخل صندوق متفاوت بودند، چیزی که باز هم سر و صداهای ناظران دو ستاد را بلند ساخت. پرون د نړیوال ټولنې د کمیسیون د غړو زمونږ د دواړو ټیمونو ترمنځ توافق په دې ورسېدلو چې په هغه ډېرې غټې قضیې کې د دوه ساعتونه ډېر وخت باید موږ ورنکو یو محل ته. آن چیزی را که تیم تکنیکی ما با ملل متحد و کمیسیون انتخابات به فیصله رسیدن، ما امیدوار هستم که او شکل عملی خود را بگیره. مطابق با او تیم اصلاحات و همگرایی آماده هست که در این پروسه شریک باشه. بیشتر سر و صداها میان ناظران دو دسته انتخاباتی در محل های بازرسی آرا بوده است. در مرکز اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات کارها به گونه عادی و به دور از این سر و صداها به پیش می روند. این کارمندان توانستند تا در جریان یک هفته 5000 فهرست معیارها با چکلیست را درج بانک اطلاعاتی این کمیسیون کنند. و بیننده های گرامی، همین اکنون تصاویر زنده کمیسیون مستقل انتخابات را میبینین و در وقت دوم کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ها نیز ناظران هر دو دسته انتخاباتی و ناظران جامعه مدنی و جامعه جهانی به گونه جدی از روند بازرسی در کمیسیون مستقل انتخابات نظارت میکنند. روند بازرسی هم به گونه عادی ادامه دارد. تا به حال 63% آرا بازرسی شده که شامل 14500 صندوق میشه. روند ثبت فهرست معیارها در ذخیرگاه اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات هم ادامه دارد و گفته میشه که 5000 فهرست شامل این ذخیرگاه شده و با پایان این روند باطلسازی آرا هم احتمالاً دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. از میان 6000 صندوقی که با بازرسی و بازشماری ویژه زیر نظارت جدی سازمان ملل متحد فرستاده شده هم 500 صندوق تا کنون بازرسی و بازشماری ویژه شده. بیننده های گرامی، تصاویر زنده کمیسیون مستقل انتخابات را می دیدین که نشان دهنده ادامه بازرسی و روند بازرسی را در کمیسیون مستقل انتخابات نشان می داد. با این هم ادامه خبرها. در چند سال اخیر بازسازی و نوسازی در کندهار چهره شهر کندهار را دگرگون ساخته است. باشندگان ولایت کندهار می گویند که این گونه نوسازی در 30 سال گذشته در کندهار بی پیشینه بوده است. آنان می گویند با آنکه در چند سال اخیر در کندهار از راه گذر بازسازی و نوسازی کارهای مثبت انجام شده، اما نبود امنیت و تهدیدهای مخالفان مسلح دولت آنان را خسته ساخته است. بریالای رحیمی، خبرنگار تلو نیوز، سیمای بخشای از شهر کندهار و ولسواری های این ولایت را در این گزارش به تصویر کشیده. کندهار در سالهای اخیر بیشتر از ناامنی هایش شهره بوده است. اما این شهر چهره دیگری هم دارد. کندهاریان تا ناوقت های شب به خوشی و سرور می پردازند و به تفریگاه ها می برایند. اما چالش های امنیتی هنوز هم دل هر کندهاری را به هراس می اندازد و اندک بر خوشی هایشان سایه می افکند. امنیت لازمه توسعه در یک شهر است. هرچند کندهار با چالش های امنیتی رو برو بوده است، اما چهره این شهر نسبت به سالهای پیش تغییر کرده است. این شهر هرچند آهسته، اما برای پیشرفت گام می نهد. کلار دیر از اتصای و سبب و سبب داغه در خیر سر در جمعه مرد جوری دی. کندار جور دیگر ده مجد بیر شکر پشالی روزون مجور سوی طابق نبود شما که سرکا خون بود، این طرف خون بود و را بر جا کوری سرک پخته است.
کندهار یکی از شهرهای تاریخی کشور نیز به شمار می رود. نگهداری از داشته های تاریخی کندهار بر زیبایی های این شهر بیشتر می افزاید. ډیر لوی فیصدی دغه کار سوی دی ځکه په خوا کته شي دغه ځایونه چې ما درته وښو کومه دا لیدلي اوس یو جوت توپیر یې محسوسولی شي یو ډیر لوی بدلون پکې محسوسولی. اما این همه کارها بسنده نیستند. کندهار و کندهاریان سزاوار توسعه بیشتر هستند و پویایی در کارهای توسعه این شهر از ماموریت‌های اصلی مقام‌های کندهار است. کندهار یکی از شهرهای بسیار مهم افغانستان به شمار می رود. اما در سالهای اخیر ناامنی ها و فعالیت های مخالفان مسلح دولت بیشتر از این مردم قربانی گرفته است و در واقع مانع پیشرفت های چشمگیر در کندهار شده است. ادامه خبرها. همزمان با ادامه اعتراضات ضد حکومت در پاکستان، عمران خان رئیس تحریک انصاف از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکند. عمران خان می‌گوید که مداخله ایالات متحده آمریکا در امور داخلی پاکستان برای اعضای تحریک انصاف پذیرفتنی نیست. همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر اعلام کرد که نواز شریف نخست وزیر پاکستان است و این کشور کار کردن با حکومت پاکستان به رهبری آقای شریف را ادامه خواهد داد. اعلام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از ادامه کار با حکومت نواز شریف با انتقاد سخت عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان روبرو شده است. هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نواز شریف نخست وزیر پاکستان است و واشنگتن آماده کار کردن با وی است، اما عمران خان از ایالات متحده آمریکا میخواهد تا از مداخلت در امور داخلی پاکستان دست بردارد. عمران خان میگوید که در حال حاضر نیاز است تا یک حکومت موقت ایجاد شود تا این حکومت بتواند انتخابات پیش از وقت را در این کشور برگزار کند. مبارزه ما در چارچوب قانون اساسی است و خواست های مشروع هستند. در حالی که حکومت پاکستان سخت در تلاش پایان دادن به اعتراضات تحریک انصاف و تحریک عوامی پاکستان است، اما از روز چهارشنبه به این سو گفتگوها میان نمایندگان تحریک انصاف و حکومت پاکستان به حالت تعلیق درآمدند. ادامه اعتراضات ضد حکومت و بحران سیاسی کنونی در پاکستان بر زندگی عادی باشندگان پایتخت این کشور اثرگذار بودند و این بحران سیاسی که برای حکومت نواز شریف دردسر آفرین است، روشن نیست که سرانجام سرنوشت حکومت وی را به کجا خواهد کشانید. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. گروه دولت اسلامی بزرگترین تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر بوده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که حمله های هوایی این کشور بر مواضع دولت اسلامی در عراق توانستند جلو پیشرفت این گروه را در این کشور بگیرند. شمار تلفات جنگ داخلی سوریه به 191 هزار تن افزایش یافته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز این مطلب از ناکامی شورای امنیت این سازمان در پایان دادن به درگیری ها در شمار از کشورهای جهان انتقاد می کند. مراسم جنازه سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای نامدار فارسی زبان امروز در تهران برگزار شد. در این مراسم هزاران تن به شمول هنرمندان، نوازندگان و فعالان حقوق زن شرکت کردند. سیمین بهبهانی به روز سه‌شنبه از بهر بیماری تنفسی به عمر 87 سالگی درگذشت. ژاپن عروسک را به فضا فرستاد. این بازیچه کودکان که هلوکیتی نام دارد، برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در صنعت فضایی و جلب علاقه نوجوانان به آنچه که در بیرون زمین میگذرد به فضا فرستاده شده است. هلوکیتی گربه سفید رنگ مشهور ژاپنی است که از سال 1974 میلادی به این سو از جمله موفق ترین نشانهای بازرگانی در این کشور به شمار می رود. ادامه خبرها.
با گذشت بیش از 13 سال از سقوط رژیم طالبان هنوز هم کسب و کار زنان در کشور رونق ندارد. شمار از زنان بازرگان میگویند که در کنار بی‌توجهی دولت به کاروبار زنان، بازارهای مناسب نیز برای تولیدات و ساخته های زنان وجود ندارد. به همین علت این تولیدات با بهای اندک به بازارها عرضه می شوند. در همین حال مسئولان وزارت امور زنان میگویند که تولیدات و ساخته های دستی زنان افغان منحصر به فرد هستند و نیز زنان 760 شرکت بازرگانی را در کشور اداره می کنند. گیتی محسنی گزارش می دهد. شماری از زنان بازرگان با ابراز نگرانی از بدرازا کشیده شدن روند انتخابات و رکود و کاروبار در کشور می گویند که این مشکلات بیش از همه بر کاروبار آنان اثر منفی گذاشته است و صادرات ساخته های دستی زنان نسبت به پارسال کاهش یافته است. آنان می گویند که به علت نبود بازاریابی مناسب برای ساخته های دستی و نیز نبود بسته‌بندی های مناسب سبب شدند که ساخته های دستی زنان کشور در بازارهای داخلی و خارجی با بهای کم فروخته شود. صنایع دستی افغانستان یکی از صنایع خیلی خوب است که بازارهای خیلی خوبی را ما می توانیم در داخل کشور و در خارج کشور ما پیدا بکنیم، در خارج کشور مخصوصا، ولی متاسفانه برای از اینا زمینه ها فراهم نیست و کسی نیست که اینا را حمایت بکنه. متاسفانه که از سال گذشته به این طرف نمایشگاه بسیار کم شده، اگر نمایشگاه ما هست ولی خریدار نیست. در همین حال مسئولان وزارت امور زنان با تایید مشکلات زنان بازرگان میگویند که نبود بازاریابی برای تولیدات و فراورده های زنان در بیرون از کشور یکی از مهمترین نگرانی های زنان بازرگان است. یگانه مشکلشان در رابطه با بازار فروش باید کار زیاد صورت بگیره. هر قدری که سر محصولات ما تاکید میکنیم، با مو اندازه باید زمینی بازار فروش بر از اینا مساعد شود و نبود بازار فروش در یگان مقطعی خودش میتونه که یک از جمله چالشان باشه. مسئولان وزارت امور زنان میگویند که این وزارت به زودی برنامه های آموزش های حرفه‌ای را برای سرمایه گذاری های بزرگ، میانه و کوچک برای زنان زیر کار خواهد گرفت و بیش از 150 هزار زن را در 34 ولایت کشور در زمینه بازرگانی و پیشرفت و کاروبار آموزش خواهد داد. بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی هم پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با عرض سلام. شماره از دختران فوتبالیست در بلخ از شرایط موجود برای رشد فوتبال دختران در این ولایت ابراز خوشنودی می کنند. این دختران می گن ورزش در زندگی آنان تغییرات مثبت را به میان آورده است و آنها علاوه بر این که با ورزش خودشان را صحتمند احساس می کنند، در اجتماع به عنوان یک ورزشکار مورد احترام قرار می گیرند. این دختران از شرایط موجود فوتبال دختران در این ولایت که می توانند با آرامش به تمرین هایشان بپردازند خوشنود هستند. از اینکه زمینه امی ورزش بر دختران مساعد شده ما بسیار خوشحال هستیم. از تمام خانواده عزیز می خواهیم که تمام دختر خانم را بانن بر فوتبال. دولت مردای ولایت بلخ هستند، ازشان خواهش میکنیم که برای بانوان ولایت بلخ یک زمین سربسته را مساعد بسازند، به شکل یک جمع نیازم که بتوانند در فضای هم تمرین بکنند. این دختران فوتبالیست میگویند اگر امکانات ورزشی برای آنان فراهم شود، آنان رشد چشمگیری خواهند کرد. و این هم چند خبر کوتاه ورزشی. تیم های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید امشب در دیدار برگشت سوپرکاپ اسپانیا در برابر یکدیگر قرار می گیرند. دو تیم در دیدار رفت در سانتیاگو برنابو با تساوی 1-1 دست یافتند و در بازی امشب اتلتیکو مادرید حتی با تساوی بدون گل جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا را به خانه خواهد برد. از سوی دیگر کارلو آنجلوتی سرمربی رئال مادرید از حضور رونالدو در این دیدار خبر می‌دهد. رونالدو که در دیدار رفت از ناحیه پاس حتما دیده بود، روز گذشته با بازیکنان دیگر به تمرین پرداخت. مرحله سوم رقابت های بایسکل رانی جاده تور دو لیموزین در فرانسه برگزار شد. در این مرحله از رقابت ها که به مسافت 183 کیلومتر برگزار شد، ماورو فینتو از ایتالیا با زمان 4 ساعت و 28 دقیقه و 7 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد. پس از وی جولین سیمون از فرانسه و داوید رپلین از ایتالیا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در رده بندی مجموعه این رقابت ها نیز ماورو فینتو از ایتالیا در صدر قرار دارد. مرحله نیمه نهایی هفتمین دور جام جهانی فوتبال دختران زیر 20 سالگان دیشب در کانادا برگزار شد.
در دیدارهای برگزار شده نایجیریا در دیدار پرگل با نتیجه 6-2 کره شمالی را در هم کوبید و آلمان با نتیجه 2-1 از فرانسه گذشت. در رقابت‌های جام جهانی زیر 20 سالگان آمریکا با 3 قهرمانی و یک عنوان سومی رکورددار است. برنامه‌های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. وقت بخیر.